Okay, pronunciation. Circle the word with a different sound. لغاتی رو که ساوند یا صدای متفاوت داره شما دور از اون حلقه بکنه. Okay. Here we have E, E, G, J, V. Meaning J متفاوت هست. با A. یا به اصطلاح ای مثل شرت شورتس ورکس کرلی. اوکی بات شرت اینجا متفاوت هست. ایز چوزز لنگویجز لیوز گلاسز. با از مثلا chooses language glasses هست ولی leaves متفاوت هست. A wait hate kind night. این اینکه kind متفاوت هست. A مثل computer trainers university trousers. Okay. Painter, trainer, trouser, university. باز university متفاوت هست. In part B, underline the stress syllable. سیلابی رو که استرس یا فشار در رو هست رو شما مشخص بکنه. For example, talkative. Talkative, poor gap. Mustache, civil. Prefer, ترجیح دادن. Distinguish, or disgusting. And comfortable. Comfortable. با توجه به اینکه تلفظ یا فشار وقتی ما در تلفظ ایجاد میکنیم روی کدام سیلاب مثلا شما میتونین اون رو ببینین رو در این قسمت مشخص میکنن. Okay, and next we have can you understand this text? آیا شما میتونین این متن رو بفهمین؟ Read the newspaper article once. آرتیکل نیوزپیپر رو شما یک بار بخونین. Does the journalist think that taking photos in museum is a good thing or a bad thing? آیا شما فکر میکنین که به اصطلاح خبرنگار در رابطه با عکسی رو که از موزه گرفته چی نظری داره؟ نظر ایده خوبی هست یا ایده بدی هست؟ با توجه به اینکه شما اینجگاه آرتیکل در رابطه با we were there ما در اونجا بودیم سلا به پاسخ میدین سوالو با توجه به متن جواب میدین. Read the article again. Mark the sentences true or false. آرتیکل رو یک بار بخونین بعد از او جملات صحیح و یا غلط رو اینجا شما با توجه به متنی که میخونین مشخص بسازه. Okay. We were there. ما آنجا بودیم. The first time I noticed this phenomenon was a few years ago. اولین بار به اصطلاح که متوجه این پدیده شدم چند سال قبل بود. In St. Peter's Basilica in Rome. A crowd of people standing around میچلانگلز پیاتا. در خیابان پیترز باسیلیکا در کشور روم یک عده مردم جمعیتی از مردم مقابل یا در اطراف میچلانجلوز پیاتا جمع شده بودند. Taking photos with their cameras and mobile phones. در حال عکس گرفتن بودند همراه با دوربین ها و تلفن هایی که داشتند. Then last week
سپس هفته بعد I saw it again. من آن را دوباره دیدم. At the Museum of Modern Art, the MOMA, MoMA, in New York. در موزیم به اصطلاح هنرهای مدرن یا عصری یا موزه موما در شهر نیویورک. At first, در ابتدا, I was too worried. When I saw people photographing the paintings. در ابتدا من به اصطلاح خیلی نگران نبودم وقتی که میدیدم که مردم در حال عکس گرفتن از به اصطلاح نقاشی ها هستند. It was a bit irritating, but that was all. It was a bit irritating, but that was all. آن کمی عصبانی بود، اما فقط همین. It didn't make me angry. آن مرا عصبانی نساخت. Then the sad truth hit me. سپس the sad truth همی حقیقت به اصطلاح غمگین hit me. مرا زد. Most of the people were taking photos without looking at the paintings themselves. اکثر مردم در حال گرفتن عکس بودند بدون اینکه به اصطلاح آثار یا نقاشی های خودشان نگاه کنند. People were pushing me. مردم در حال هل دادن من بودند. Not because they were trying to get a better view of the art. نه به خاطر اینکه اونها در حال کوشش کردن بودند تا یک عکس بهتری بگیرند. But because they wanted to make sure. اما به خاطر اینکه اونها میخواستن مطمئن بشن. That no one blocked their photo. که هیچ و هیچ شخصی به اصطلاح تصاویر اونها بلاک نکنم. Was it possible that perhaps they were taking the photos so that they could admire the paintings better when they got home? به اصطلاح ممکن بود که اونها شاید اونها به اصطلاح عکس میگرفتن تا به اصطلاح اونها بتونن که تصاویر یا آثار نقاشی بهتری را بپسندن وقتی که آنها به خانه رفتن. This was very improbable. به اصطلاح آن خیلی قابل قبول به اصطلاح بود یا موجه بود. They were not there to see the paintings. آنها به اونجی نماده بودن که به اصطلاح فقط عکس یا آثار نقاشی رو ببینن. But to take photos to prove that they had been there. اما به خاطر اینکه اونها عکس بگیرند تا ثبوت بکنند که آنها در آنجا بودند. Then it got worse. سپس این بدتر شد. Now people were taking photos of their partners or friends who were posing next to. بعد از او مردم به اصطلاح در حال عکس گرفتن بودند از به اصطلاح پارتنرها و یا دوستانشان کسانی که به اصطلاح در پهلوی آنها بودند. in front of some of the most famous paintings یا می آمدن در پهلوی به اصطلاح نقاشی ها که خیلی مشهور بودند عکس می گرفتند. Neither the photographers nor the person they were photographing had looked at the art itself. نه عکاس هایی که به اصطلاح داشتن از اشخاص عکس می گرفتن و نه هنمو کسایی که به اصطلاح در حال عکس گرفتن بودن حتی به خود نقاشی خودشان نگاه نمی کردن. Although I saw that sometimes they read the label. و اگرچه من بعض وقتا دیدم که آنها به اصطلاح خودشان عنوان ها یا لبل ها میخواندند.
to make sure that the artist really was famous. تا مطمئن بشن که به اصطلاح اون آرتیست واقعا مشهوره، اون شخصی که عکس از او و آثار نقاشی از او هست واقعا یک شخص مشهور و معروفی است. At least nobody asked me to take a picture of them together. حداقل هیچ کس از من نخواست که من به اصطلاح یک عکسی از آنها یا با هم دیگه بگیریم. Smiling in front of the Picasso، در مقابل یکی از تصاویر نقاشی شده پیکاسو در حال لبخند زدن بودم. I think that photography in museums should be banned. من فکر میکنم که بایستی عکاسی در موزه ها بایستی که ممنوع بشه. But I also have a less drastic solution. اما من همچنین یک راه حل به اصطلاح نچندان قوی هم دارم. I think that people who want to take a photo of an exhibit should be forced to look at it first. من فکر میکنم که حداقل یک شخصی هم که مایه از یک نمایشگاهی عکس برداری بکنه بایستی که او وادار بشه که ابتدا خود از او به اون تصویر به خوبی نگاه بکنه. For at least 1 minute. برای حداقل یک دقیقه بایستی که این کارو انجام بده. Okay. So now here is it that read the article, mark the sentences true or false. True false are وقتشون تون انجام بدن که متن رو در ابتدا بخونن که ما کار انجام دادن. حالا میام سر جملاتی که دارن و ببینیم که کدام یک از آنها صحیح هست متناسب به متن. 1. The journalist saw tourists taking photographs of works of art in Rome and New York. خبرنگار به اصطلاح توریست های را دید که آنها گردشگرهایی را دید که آنها در حال عکس گرفتن بودن از آثار هنری شهر روم و نیویورک. When با تعجب متن شما اگر صحیح هستی و اگر غلط F مغذارین یعنی false، متن رو چک میکنن، جملات رو سر میدن، گزینه true یا false صحیح یا غلط رو انتخاب میکنن. 2. When the first saw people taking photos in the MoMA he didn't understand what they were really doing. وقتی که او به اصطلاح بار اول مردم را دید در که دارن عکس میگیرن از از موما، او واقعا نفهمید که اونها در حال انجام چه کاری هستن. 3. Then he realized that the photographers were not looking at the paintings. وقتی که او به اصطلاح دریافت